قربونت، خیلی ممنون ازت، ممنونم که وقت تو بار دیگه به ما دادی و در خدمتت هستیم. متشکرم. از اجازه دارم که سلام و عرض ادب بکنم به بیننده‌های محترم، چه اینایی که داخل ایران هستن و به هموطنان عزیز که در لس آنجلس و امریکا زندگی میکنم. امیدوارم که این برنامه بتونه که تا همچنان که بوده مثمر ثمر برای شما شنوندای عزیز باشه و بیننده‌های محترم. مرسی پارسا جان. همونطور که میدونید هفته پیش برنامه که ما داشتیم در تلویزیون فرداش که روز شنبه بود در رادیو پخش شد و امروز قراره که بپردازیم به یک فیلمساز، به یک سینماگر، سینماگری که برای نسل ما چه کارنامه هنریش در قبل از انقلاب بسیار جالب و جذاب بود، چه بعد از انقلاب. متولد 1320، اولین کارش در کنار زیر دست ساموئل خاجکیان بزرگ شد، خداحافظ تهران. اولین کار خودش را به اسم بیگانه بیا در سال 1347 شروع کرد، یک فیلمی که بر ضد تمام منتقدان بود. ولی در سال 1348 خورشیدی سه فیلم در سینمای ایران یکی از جذابترین سالهای سینمای ایران را به تصویر کشید. سه کارگردان از یک نسل ولی با سه دیدگاه متفاوت، سه کارگردان از یک نسل با سه دیدگاه متفاوت. ناصر تقوای بزرگ، آرامش در حضور دیگران، 1348. گاو، ساخته داریوش مهرجویی. قیصر، ساخته مسعود کیمیایی. این فیلم ها چگونه بود؟ این فیلم ها آمد تا بتوانه سینمای فیلم فارسی را به گونه ای ازش بگذره و وارد یک نسل جوانتر بشه. امروز ما قراره که درباره مسعود کیمیایی صحبت بکنیم، درباره سینمای مسعود کیمیایی، درباره مسعود کیمیایی از قیصر 48 تا فیلم جرم 1390. الان 89 ایم جرم، فکر کنم تا 3-4 ماه دیگه آماده بشه، چون که الان مراحل آخر فیلمش را داره پشت سر میگذاره. اجازه بدین که با پارسای عزیز تا سام علامه روی خط تلفن ما بیاد، با پارسای عزیز شروع بکنیم و کمی درباره آقای کیمیایی با ما صحبت بکنن. نظرش را درباره کیمیایی قبل از انقلاب میخوایم بپرسیم. آقای کیمیایی از فیلم قیصر تا فیلم گبسنها. پارسا جان خواهش میکنم. از حضور شما اجازه دارم که من قبل از اینکه به جزئیات فیلم قیصر و بعد از قیصر بپردازیم، من میخوام اندیشه های جناب آقای مسعود کیمیایی رو یه مروری باشیم بکنیم، که از اونجایی که ایشون زاده طرز تفکر و اندیشه بعد از جنگ جهانی دوم هستش و همچنان که مستحضر هستید، بعد از جنگ جهانی دوم با نفوذ کمونیست در منطقه، بالاخره در منطقه مدلیست، اون افکار اندیشه‌های توده و مارکسیسم وارد ایران شد. بله بله. و ایشون با افکار اندیشه‌های همچنان داخل ایران هم با بزرگانی و کسایی که مذهبی بودن و به سوی نوع مدرن بودن، به اسم همانند جناب دکتر شریعتی. ایشون اینجایی که من با آشنایی با فیلماشون تا حدودی پیدا کردم، من فکر میکنم نوعی مارکسیسم اسلامی گرایی رو در اون فیلما شما میتونید ببینید. کیمیایی قبل از انقلاب، قبل از انقلاب بر همون اساس مت در اون فیلم های اصلا در اون اندیشه خود آقای مسعود کیمیایی به دید من به نوعی مارکسیسم گرایی از نوع اسلامیش، همینجور که جناب آقای شریعتی اندیشهشون بر این بود، بر همون اساس اون فیلماشون اونو یعنی تکیه بر اون داره که تمام افراد و تمام هویت ما میبایستی برگرده به اصل خودش. یعنی دو تا تضاد، دو تا موجود میاد در نظر میگیره تو قهرمان داستان خودشو، که اون قهرمان داستان همیشه بر اساس بی‌عدالتی میجنگن. ما همینطور که مستحضر هستید در قیصر به نوعی بر اساس این بی‌عدالتی، یعنی این شخصی که جناب آقای بهروز وثوقی بر اساس عدم نبود عدالت
باعث میشه که بپاخیزه. یعنی نوعی قیام گرایی و نوعی طغیان در اون فیلماش ما میبینیم. حالا در قیصر اون تراژدی فیلم و قهرمان داستان به نوعی کشته میشه و همون سبب اون قهرمان در ذهن بیننده همیشه قهرمان خواهد موند. به همون سبب قیصر به نوعی عوض کننده نوع دیدت کارگردانه بعد از آقای کیمیایی شده. بر همون اساس من فکر میکنم که اون اندیشه و طرز تفکر جناب آقای مسعود کیمیایی همچنان ادامه پیدا کرده و گهگاهی بر اساس شرایط زمانی و مکانی تغییر تحول پیدا کرده. همچنان که ما مستحضر هستیم پس جنگ جهانی دوم آثار بزرگانی چون تارکوفسکی در حوزه ارتودکس در بودایسم ما همچنان در بودایسم ژاپنی همچنان از طریق ایمامورلو میبینیم و مسعود کیمیایی رو در اون ایران ما میبینیم. بر همون اساس اون اندیشه اسلامی گرایی از نوع مارکسیست تو تمام آثارشون مشاهده ما میکنیم. همچنان که ما میبینیم که تو فیلم قیصر موقعی که قیصر به پا میخیزه و شروع میکنه برای انتقام گرفتن شمایل حضرت علی که امام اول شیعیان ما پشت صحنه جناب آقای جمشید مشایخی ما میبینیم و همچنان خالکوبی روی بازوی بدن آقای جمشید مشایخی نماینگر اون هویت ملی اصول باستانی و شاهنامه فردوسیه که ما میتونیم بگیم که آثار خالکوبی شده میتونه یه نماینگر یه تاریخ باستانی ما باشه که میتونه بگیم اون تاریخ باستانی به تعریفی به نوعی به گذشته شده و ما از آن دور شدیم و میبایستی برگردیم به اصل این هویت ملی خودمون یا هویت این ملی خودمون هویت ایرانی خودمون برگردیم. موافقی که قسمتی از فیلم قیصر را ببینیم؟ بله با هم دیگه. بله. از وارتون و امیر عزیز به سپاسگزارم که امروز در استودیو هستند. به قسمتی از فیلم قیصر ساخته مسعود کیمیایی 1348 در ساخته ایران تهران جنوب تهران ببینیم. برمیگردیم با سام علامه از دبی خواهیم بود. سام جان دلم واسه یه ذره شده بود نوکرتم.